سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به گفتمان کنونی ما. قرار بود امروز راه اکمالاتی و تدارکاتی قوای ناتو که از مسیر خیبر به افغانستان وارد میشه توسط پاکستان بازگشایی شود و یا اجازه تردد داده شود، اما تا کنون ما نتانستیم دقیق اطلاع پیدا بکنیم که آیا ایرا بازگشایی شد یا خیر. در این گفتمان روی چگونگی اثرات ای بازگشایی ایرا بر اموال تجار افغانی و نرخ نوا در افغانستان بحث خواهد داشتیم. مهمانان محترم ما در این گفتمان آقایان محمد امین فرهنگ، استاد دانشگاه و وزیر پیشین تجارت افغانستان، حاجی خانجان الکوزای معاون اول اتاقای تجارت افغانستان، حمیدالله فاروقی استاد دانشگاه و وزیر پیشین ترانسپورت افغانستان، آقای فرهاد مجیدی یک تن از تاجران افغان و همچنان نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان و از او کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان، همچنان آقای مزمل شینواری معین وزارت تجارت هم قرار است که تا آخر بحث با ما بپیوندند. به هر ترتیب خوش آمده مهمانای محترم به جریان گفتمان ما. در آغاز از آقای الکوزای میخوایم پرسان بکنیم که اگر رای تدارکاتی ناتو بازگشایی شود، چی تاثیرات مثبت و چی پیامدهای منفی بالای واردات اموال تجار افغانی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مخکله دینه چې ز د ناتو د لارې د خلاصېدو په ارتباط باندې مستاسو محترم لیدونکو ته څه وایم. د ناتو مال چې خلاص هم وو، ام زمونږ ترانزیتی ستونزې ډېرې وې، او لکه څنګه چې محترم وزیر صاحب فرهنګ دلته تشریف لري، د ده په وخت کې هم دغه قرارداد چې مونږ جوړو، د دې د فارم جوړو چې د 1950 کال په قرارداد کې مونږ ډېرې ستونزې لرلې، او مونږ ته پاکستان ډېرې پلمې راوستلې، او مونږ ډېر زیات اضافه پیسې ورکولې دوی ته. نو د دې په خاطر دغه نوی قرارداد وشو، مګر نوی قرارداد مونږ ته داسې مشکلات راوزېږول چې هغه د پخواني قرارداد مشکلات هم پکې دي او د اوسني. یعنی زه په خلاص ډول باندې متاسفانه ویلی شم چې دا مې څو ځله ویلي، او د دې اثبات هم لرم چې د افغانستان سوداګر د کال 1500 نه تر 200 میلیونه ډالره پورې همسایګانو ته ناحقه باج ورکوي، او هغه په دې خاطر ورکوي چې یا په ایران کې زمونږ مال ودرېږي، یا په بل ځای کې ودرېږي، یا په بل ځای کې ودرېږي، او دغه مشکلات راولي په من کې. دې کې هېڅ شک نشته دی چې د ناتو سفلایی بیرته شروع شي، دغه موټرې او دغه تقریبا دغه ترانسپورت چې تر اوسه مصروف دی په دې باندې، او دا ترانسپورت د پاکستان د 2001 نه تر دې وخته پورې تقریبا 100% اضافه شوی دی، او دا فقط د ناتو د دغه اکمالاتو او د دې ترانزیت په ارتباط باندې اضافه شو. دا زمینه ورته مساعده شوله. د 25,000 اضافه موټرې په دغه تګ راتګ کې سهم اخلي، او اوس هم کرایګانې ډېرې زیاتې جګې شوې وي، او که چیرې بیرته دا کار شروع شي نو تاسو ته معلومه ده چې د ناتو قوتونه دې پسې نه ګرځي چې دا کانټینر په 3,000 ډالر را انتقال شو که په 10,000 را انتقال شو. هغوی خپل اموال را انتقالوي چې نظامی اهداف لري، او د نظامی اهدافو دپاره را انتقالوي. بنان دا زمونږ په کانټینرو باندې تاثیر کوي. چگونه تاثیر؟ یعنې وقتی که قوای ناتو وسایط پاکستان را به کرایه میگیرن به خاطر انتقالشان، کمبود یا قلت وسایل ترانسپورتی متوجه اموال تجار افغانی میشه؟ بدون شک که ای هم میشه، و دوم او است که او نرخ بالا میبرن، قیمت اضافه میتن. و علی فعلا که در آسیای میانه که برای ما مشکلات ایجاد هستن از طریق تورغونډۍ و حیرتان، امی مشکلی که در ترین هستن، امی مشکل فعلا در می جرای محترم رئیس فرهاد مجیدی هم در جریان هستن، یکی از تاجرای بسیار مشهور هستن، امی مشکل ما در او جمع داریم. و ای به این خاطر هستن که وقتی که بازار عرضه تقاضا زیاد شوه، طبعا و عرضه کم باشن، موتر کم باشه، کرایه بلند میرن. و ما به می اعظمی خاطر اعظمی ناحیه تقریبا می چند سال میشه که رنج میبریم، و فعلا کرایه ما تقریبا با یک کانتینر بوسپورت تا دین روز 2,20,000 کالدار بود، امروز به 2,50,000 رسیده. یعنی پیش از اینکه شروع شوه علی به این حالت رسیدن. علاوه از این مشکلات و پرابلم هایی که متاسفانه با وسط به تمامی تلاش هایی که موین سیبم در اینجا تشریف داره هستن صورت گرفته، و در ابتا یک
وزیپا و یک کمیته بسیار مهمه که او ابتکا هستن او باید حتما در هر شش ماه جلسه بکنن امی مشکلاتی که ما داریم باید از طریق امی ابتکا باید حل شود متاسفانه یک سال میشه که پاکستان بدون کدام دلیل امی جلسه ابتکا را معطل قرار داده و وزارت خارجه ما یعنی جدا یعنی ناکام شده و این امی جلسه را تعالی دایر نکرد آقای الکوزی چند درصد بلند رفتن نرخ‌ها متوجه توقف بازداشت باجگیری ها و اخذ مصارف بیجا یا قلت موترهای پاکستانی است تا کدام اندازه تاثیرات منفی بالای نرخ نوا کرده ایگر؟ بدون شک ما عرض باید بکنیم استاذه در اینجا شیشته که تاجر هیچ وقت مال خود به تاوان نمی پروشه و ما که اینجا می بینیم که امی هر روز که قیمت بلند میرن علی ما پرزن دو ماه پیشتر جشن گرفتیم که ما 2 میلیارد عواید جمع کردیم و ما از 10 سال پیشتر پرزن 2 میلیارد عواید افغانستان پر اضافه از 100 میلیارد افغانی را ما پرزن مالی و محصول جمع کردیم ای به این معنی نیستن 10 سال پیشتر یک نان به 2 افغانی بود علی به 12 افغانی است ای بالای بازار تاثیر کرده و یعنی هر باجگیری که پاکستانی ها میکنن هم بالای مردم تاثیر میکنه و دولت تاثیر میکنه اگر ما مالی را بلند میبریم هم بالای مردم تاثیر میکنه اگر پرزن اخازی های غیر قانونی گرفته میشه هم بالای مردم تاثیر میکنه فشرده تر میشه بگوید که واردات افغانستان مال تجاریش البته در سال 2001-2002 از مسیر پاکستان تا کدام اندازه بود از مسیر ایران تا کدام اندازه بود و چقدر افزایش پیدا کرده از مسیر پاکستان تا 2001 چون و تمام بعضی اقلام بودن که وار اجازه میدادن تقریبا اضافه از 21 قلم بودن که اضافه از 21 قلم که رخت بودن و الکترونیک بود سیگرت بود و موتر بود اینمی مسائل پاکستان اجازه نمیداد تنها روغنیات اجازه میداد گریس اجازه میداد و یک تعداد چیزا علی خو از 2001 به این طرف ای بسیار زیاد شده چون مصرف زیاد شده و مارکت ما هم مارکت یعنی مارکت منحصر داده است پاکستانی ها و ایرانی ها نشده به سبب بند شورا بدون شک و اگر ما به این توجه بکنیم که مارکت ما تقریبا مارکت مصرفی ما 6 میلیارد دلاری هستند که ما این مصرف میکنیم سالانه در حدود یمی هستند ما در 2011 به پاکستان تقریبا اضافه از 200 الی 300 میلیون دلار تجارت داخلی داشتیم علی 3 میلیارد داریم با پاکستان با ایران 20 میلیون دلار نداشتیم علی 1 میلیارد اضافه از 1 میلیارد 1200 میلیون داریم بدون شک که امی توقف ها باعث این میشه که تاجر ما و مردم ما مجبور میشه که اموال بی کیفیت است یا با کیفیت هستن چون ارزان هستن از نزدیکترین مرجع بیارن و در اینجا به فروش برسانن و اموالی که ما از هند میاریم یا اموالی که از چین میاریم از سنگاپور میاریم یا از خلیج میاریم یا از دیگه جای میاریم بدون اموالی که از آسیای میانه و از روسیه میاریم به این چالش جدا متوجه است و یکی از وظیفه امی دولت های اینمی هم از هدفش که وا کوشش میکنه که اینمی بازار منحصر بگیرن و واردات و تولیدات خودشان به مصرف برسن به خاطر که به تولیدات خود هیچ نوع قیدات نداره برای تولیدات خود هیچ نوع ترانزیت و هیچ نوع مشکلی ایجاد نمیشن و هیچ نوع پرزن پارتکی وجود نداره مگر برای ترانزیت هم پارتک وجود داره هم مشکل کاغذی وجود داره و هم مشکلی و همچنان برای صادرات ما متاسفم تشکر آقای شینوری خوش آمده به جریان گفتمان ما وظیفه دولت افغانستان به ویژه حکومت علی خصوص وزارت تجارت درباره توقف بازداشت دمرج و کرایه بلند و اجباری طور که آقای الکوزی گفت قبلا هم تماسایی که ما داشتیم اگر بار تجار افغانی بالای وسایط پاکستانی باشه کمتر مشکل برشان خلق میشه وزارت تجارت بعد از تکرار توافق ابتا چی کارهایی کرده در این راستا بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیاته مننه چې زموږ د پروګرام ته دعوت کړم او خپل سلامونه وړاندې کوم لیدونکو ته او محترم استادانو ته الکوزی صاحب ته وکیل صاحب ته کومنګ وګورو د پاکستان لار زموږ لپاره یو اساسي لار ده د افغانستان د ترانزیت لپاره زموږ اتکا په دوو ملکونو ده چې موږ بهر ته لار پیدا کوو اول پاکستان دی بیا ایران دی پاکستان تقریبا عنعنوي شکل باندې
زمنګ تجارت د پاکستان د لارې نامې شزیاتو په دی اواخرو کې چې مشکلات زیات شو زمنګ تجارت د ایران طرف ته واوړېده چې په دې کې یو علت امداد چې په ایران طرف ته په غیر د تیلو نه په بل شي کې مشکلات نشته دي ولې د پاکستان لار د سې لار ده چې کله زمنګ سیاسي مشکلات د پاکستان سره پیدا کیږي زمنګ په تجارت او په ترانزیت باندې تاثیر غورځي د افغانی مالونو د ودریدلو د وجې نه د افغانستان په داخل کې په بازارونو کې قیمتونه اوچت شي څو مسلې دي دلته چې باید موږ ورته اشاره وکړو مشخص یو هغه مالونه چې دو ودری او غلطي پکې د حکومت د پاکستاني زمنګ تاجر پکې قصوروار نه پدې کې کوم ډیمریج په دوه راضي هر څه راضي موږ همیشه دا تقاضا حکومت د پاکستان نه کړی دا چې ډیمریج ورته معاف کی دوه مصرف راضي پدې کې چې یو ډیمریج دی چې ډیمریج په هغه ځکه مال پاتې کیږي په هغه باندې فیس ورکې خو هغه ډیر کم دی نسبتا بل مصرف ته چې هغه ډیټنشن کاست دی چې هغه کنټینر کې مال راوړي هر یو کمپنۍ چې کنټینر ورکې د مشخص ورځو د پاره ورکې چې په هغه ورځو کې باید کنټینر بیرته راشي کله چې هغه لاړ نشي تر اول هفته پورې تقریبا $50 د ورځې ده چې دو هفته او زیات شي هغه زیاتیږي آقای شنواری در موافقت نامه کې در سال قبل وزیر تجارت باردګی امضا کرد چند چیزه باید محترمه افغانی هم میکردند مسئولیت هایشان بود سند اجازه دخول موقت برای محترمه رانندگان بر رسمیت شناختن جواز رانندگی به هر شکل در مدت 3 سال باید موتورهای افغانی به جهاز به کانتینر گردند ضمانت بانکی بپردازند سند اجازه دخول برای وسیله ترانسپورتی داشته باشند آله ردیابی در موتورها نصب گردد آیا جنای افغانی پیگیری کردی قضیه را با وزارت‌های مربوطه و با مالکین ترانسپورت ها زبه پامدغه معلومات په هر یو مفصل معلومات درکم چې هغه دی په اپټا تړون کې منګه کله چې د 15 پیتم تړون منګه بدل که زکه هغه په دې وسنی حالت د پاره منګه هغه ضرورت د پاکستان چې دا غینه منګه استفاده نشو کولای مجبورو چې دا کار وکړو پاکستان حکومت څو مشکله درلودل چې باید هغه مشکلات منګه حل کړي یو اول مشکل دا و چې ری اکسپورت پاکستان ته کیږي د دې مخاوني ولسی دویم مشکل دا و چې په پاکستان کې د نه معلومات ری اکسپورت خو مکلفیت دولت افغانستان از باید جلوگیری بکنه خو اغه دا خپل د پاکستان مکلفیت دی دا چې باید دغه مخاوني چې پاکستان ته داخل نشي په غیر قانوني شکل باندې قانوني ری اکسپورت کوم معنی نشته په خاطر د زیر سنگ بودن دولت افغانستان آیا این مکلفیت دولت افغانستان نداره که امی خانه خالی را پر بسازه می خلا را که برای تجار خود این زمینه را مساید نسازه که دوباره از راه غیر قانوني اموال وارد پاکستان بسازه په دې باندې من کار کړی دی هغه تم رازم په دې باندې من کار کړی دی یو مطالعه هم کړی دی چې څومره zarar من ترسیږي د ری اکسپورت څومره پاکستان ترسیږي او دا صرف ری اکسپورت د افغانستان نه پاکستان ته نه دی د پاکستان مالونه غیر قانوني افغانستان ته راځي چې هغه کې منګه محصول د ګمرکی د لاس ورکو دا غیر ترڅنګ د موقت اسناد د موټرونو د پاره په دې باندې موږ موافقه کړې ده کارونه تخنیکی کارونه ټول نه هاي شوی دي د موټر ګارانټي پاره کې مشکل دا و چې اول د پاکستانی بانکونه د ته حاضر نو چې ګارانټي ورکړي چې کوم په افغانستان کې دي زمنګ بانکونه هم د ته آماده نو موږ حکومت د پاکستان سره په دې خبره وکړه په تخنیکی لیول باندې دا مسله حل کړي ده چې پاینده کې به د افغانستان موټرونو نه بانکي ضمانت نه غواړي دغه مسله نه هاي شوی ده ولی تصمیم آقای شنواری سر بحث عملی قضیه اگر ما شما بیایم یکی خو گپ از روی کاغذ زیاد سرمایه افغانستان دوباره رفته اما تا جایی که ما بلد هستم اکثریت موتردارای یا ترانسپورتای که افغانی هستن یک کمپانی ترانسپورتی که من میشناسم 200 موتر اگر مبالغه نشه 198 تزی از مردم دوبندی لوگر است اما پاکستان بر از اونها تمام سهولت‌ها را مهیا ساخته مسئله تضمین بانکی سهولت‌های ترانسپورتی ای که راجستر پاکستان هستن افغانستان در طول 10 سال به خاطر همچه سهولت چی کرده بخصوص بعد از ابتا د اپټان اروستا وس دوه مشکل دي منګه باید خپل داخلي مشکل مګورو آی از منګه ترانسپورت په دې معیارونو برابر دي چې هغه بین المللي ترانزیت وکي کنه دغه از منګه لپاره سوال دی چې زیاتره ترانسپورتونه از منګه په دې معیار برابر نه دي ارز ما هم میجاست همو مردم دوبندی لوګر یا جاجی یا به فرض مثال جلال آباد که اکثرا این مردما دیده میشوه اینا چطور میتونن در پاکستان ترانسپورت داری بکنن سهولت برشان است اما چون شهروند افغانستان هستن نمیتونن در اینجا ترانسپورت خود راه بندازن در کی دلتا مسئله تاسو دو مسئله یو ځای کوي اول مسئله داره چې هغه موټرونه ټول د پاکستان پلیټ دی د افغانستان پلیټ نه دی هغه راضی مال راوړي په اساس د اپټا باندې منګه اجازه لرو کچرته منګه هغه معیارونه پوره کړو د ترانسپورت چې کراچۍ پورې لاړ شو
پاکستان اجازه لري چې تر ټولو سرحدي بنادر پورې لار چې لارې مشخص شوې دي په دې اساس باندې مشکل وزمنګ دا دی چې داخلي ترانسپورت زمنګ نه دی قوي شوی که چرته منګ د پاکستانی موټرونه ودرو په جلال آباد کې آیا دغه ترانزیت د پاره زمنګ داخلي ترانسپورت کفایت کوي چې منګ ټول افغانستان ته مال ورسو کوونه رسو دا یو بحث دی دا غي تر څنګه زیاتره په پیښور کې چې موټرونه دي لارېګانې دي هغه زیاتر افغانان دي زمنګ یو بحث په همدې باندې زیاتره دا و که چرته زیاتر مشکلات په دې کې ایجاد شي هلته افغانان د خپل هغه وظیفې د لاسه ورکوي موټرونه ودرېږي مالکین هم افغانان دي د هغې لاریو ولې مشکل داری چې په پاکستان کې دي موږ هماغو ترانسپورټرانو نه تقاضا وکړه چې راشي افغانستان کې دغه ترانسپورټ یعنې اگر اینا افغانستان بیان آیا امو فساد اداریه که دامنگیر کسای دیگه که در افغانستان قبلا بودن دامنگیر از او نمیشه و ایره اونا درک نکردن؟ دین امنگ انکار نشو کوله چه مشکلات شدی په هر بخش که مشکلات په سکتور خصوصی کم شدی مشکلات په دولتی دارو کم شدی خود دا امنگ نشو ویله چه ولا یا چه مشکل په دولت که در ایجیج دولت سرکار نکن دا یو هغه نشي کېدلی لاره د حل زه تاسو ته یو څو معلومات درکوم چې هغه خبرې شنوري یک چیز است که تجارت یک شیوه سیال است که مانند آب در هر جایی که نشیبی باشه و جمعی روه هر جایی که برای تجار سهولت باشه آسانی باشه پاکی باشه بالاخره می روه گپ ما این است که چی گونه تا به حال یک مشکل گونه مثال مشکل ترانسپورت ما به شما گفتم ترانسپورت دارایی که در افغانستان هستن نهایت دچار جنجال مشکل هستن اگر ما بگیم که یا تجربه ندارن چطور امی افغان در پاکستان تجربه ترانسپورتیشن داره در افغانستان فاقدش است بدون شک اکثر مشکل متوجه دولت افغانستان میشه چه از لحاظ فساد داری چه از لحاظ بروکراسی چه از لحاظ خرابی امنیت و اخاذی های مسیر را سکتور تجارت را که در رأسش وزارت تجارت افغانستان است گام های عملیش بعد از ابتا در این رابطه چی بوده؟ د ابتا اول مسئله د تطبیق مرحله وه چې تطبیق په نیمایي شکل تطبیق شوی ده په غیر د هغه مشکلاتونه چې درې بخشه وو چې زمونږ سکتور خصوصي په هغې اعتراض درلوده په هغې موږ پاکستان سره بحث وکړ چې مهمه دوه مسئلې ډېرې مهمې وې یو مسئله د بانک ګرنټي د موټرونو دپاره چې لارې ځي پاکستان ته باید بانک ګرنټي ولري هغه مسئله موږ حل کړه مشکل هم حل که د اپټیکا مجلس چې زه راځمه چې الکوزي صاحب دا خبره مطرح کړه چې اپټیکا مجلس نه دی شوی هغه مسله موږ حل کړې اپټیکا مجلس چې وشي چونکې هغه تصمیم گیری د اپټا په مورد کې چې دا اپټیکای لري دویمه مسله د بیمه مسله ده چې بیمه مسلې باندې موږ موافقه وکړه چې هغه ډیر کم مقدار ته موږ راوړو چې هغه عملي ده اوس موږ ترانزیت روان دی شرکت بیمه در افغانستان وجود داشته باشه باید یې کار بکنه یا بیمه پاکستانی نه د پاکستان د لارې نه چون مشکل د پاکستان دا و چې دغه مال د پاکستان د لارې نه تیریږي دا په پاکستان کې زیاتره پاتې کیږي دو محصول د ګمرکی نه ورکوي دو باید د دې بیمه ورکړي که چرته دا مال د پاکستان نه ونه ووته نو محصول د ګمرکی به دا بیمه کمپنی نه دو اخلي چې په هغې موږ ورسره موافقه کړې ده او هغې کارونه اوس ډېر ښه روان دي چې مشکلات اوس نه شته در کل اگر ایتو نوبت نتیجه گیری تو بکنیم که در طول یک سال اخیر که شما میگی اپتیکا هم جلسه کرده گراف مشکلات اموال تجاری آیا رو به کاهش است یا رو به افزایش نتیجه گیریتون چی است؟ به این اساس اگر ما بگویم رو به کاهش است رو به کاهش است به خاطر که وقتی که یک ما یک موافقتنامه نو تطبیق میکنیم به معیارهای بین المللی اگر او را تطبیق میکنیم مشکلات به وجود میآید تاجر ما به شکل سنتی پیش میره نه به شکل علمی در تجارت که مشکلات برشان پیدا میشه ولی به تدریج اگر ما بگویم در شروع تطبیق اپتا و بعد از او تا حال بسیار زیاد مشکلات کم شده و یک مشکل که مانده مشکل ترانسپورت در جلسه بعدی اپتیکا او حل میشه و انشالله ما طرف خوبی پیش میریم تشکر آقای مجیدی آیا عیب بیشتر متوجه عقب‌ماندگی کار تجارتی تجار افغانی است به قول آقای شینواری و یا نارسایی های در ایجاد سهولت های خدمات تجارتی که دولت از بابت از مالیه و محصول گمرکی و امثال از این میگیره از تجار و ارائه خدمات کما حق او را نمیتانه مشکل دوجه است؟ بله به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام خدمت شما مهمانای عزیز شما و بینندگان تلویزیون خوب طلو و مجموعه شبکه طلو و طلو نیوز اما قبل از اینکه شکایت بکنم از دیگران از پاکستان و بالاخره عملکردشان در مقابل افغان ها و مردم افغانستان چون از اونا گله تمایل نداریم نمیتونیم و گله هم نداریم و شکایتی هم نداریم
دقیقا این مشکل متوجه نبود مدیریت سالم و کمکاری مسئولین دولت افغانستان هست در بخش مجری. متاسفانه در 10 سال گذشته ما این ظرفیت ها را که باید دولت افغانستان و مقامات مسئول در بخش های اقتصادی بسیار مهم هست با کشور فقیری که در داره دروازه داره و نه مردمش بسیار فقیر و بیکار هستن. آمار رسمی که از طرف وزارت کار مثلا در افغانستان اعلان شده بودن فکر اشتباه نکنم بودن 4 میلیون واجد شرایط کار امروز در افغانستان بیکار هستن و بالاخره از این مشکلات و دقیقا این مشکل تاجر افغانستان نیست. تاجر افغانستان واقعا در سالهای جنگ افغانستان و در حال حاضر تلاشش ای بوده که در میدان حضور داشته و در رقابت سالم. به طور مثال آقای شنوری اشاره کرد که باید بیمه به خاطر دوباره وارد نشدن مال به شکل غیرقانونی به پاکستان و یا همی مجهز شدن موتر با کانتینر یا همو وسایل ایمنی که موتر باید داشته باشه جی پی آر اس و امثال از او. آلی یه به دولت افغانستان است که باید وصل بکنه یا تجارت خودش در قراردادها باید عملهای بالمثل انجام شده. من مطمئن نیستم که آقای علیکوزه بیشتر در جریان هستند که جی پی آر اس در موتورهای پلیتای پاکستانی که به داخل افغانستان فعالیت 10 سال فعالیت دارن و شب بسیار درآمد بالا هم بزنس بسیار تجارت بسیار کلان در افغانستان دارن اونا نصب کردن یا نه؟ اگر کردن پس برای ما هم لازم هست که اما افغانستان چون وسایت خود افغانی هم وارد افغانستان نمیشه و اگر او را مانع شوه پس مردم افغانستان دچار قحطی و گرسنگی نمیشه. من به این باور هستم که در افغانستان باید این همت شامد در مسئولین دولت افغانستان و مردم افغانستان البته در مردم افغانستان هست ولی این بازی های سیاسی و مشکلات متاسفانه همیشه دامنگیر مردم افغانستان بوده. من به این باور هستم که حتما چند حرکت انقلابی نیاز هست به مردم، یعنی بالاخره چند مشکلاتی را ما باید ببینیم تا به مراحل برسیم که آرزوی از رو مردم افغانستان دارن که این همت شامد در مسئولین دولت افغانستان و این صداقت از هم مهم. یک بخش این شهامت مربوط شما و همکارایتان به شکل نمایندگان مردم هستی. فرضاً از بابت توقف، بازداشت، اخاذی های غیر قانونی دمبرج و امثال از این و یا به قول آقای الکوزای که رای ناتو باز میشه کرایه بلند میشه و بدون شک این پول از جیب مردم افغانستان میره تجار مفاد خود میکنه. همزمان به وزارت مالی اعلان میکنه که ما اینقدر عوایدم زیاد شده، این عواید بیشترش از محصول گمرکی و مالیاتی است که از مردم گرفته میشه. شما تا باله پرسان کردی از وزارت مالی در برابر این عوایدی را که بلند ساخته ارائه خدمات چگونه بوده؟ یعنی بیلانس خدمت و عکس مالیه مورد پرسش قرار گرفته توسط مجلس نمایندگان؟ وزارت مالیه خو هر روز سیاستش یا برنامه‌ایش و عیار است به اینکه چطور بتونه مالیات بالا ببره. وظیفه از او اخذ است. دقیقاً هیچ امکان مثلا ما وایده اداره دیگه هم که ایجاد شده متاسفانه حالا قانونی یا خلاف قانون که اونا فقط در مثلا فرض بر این که حالا آیسا اگرچه مدیریتش یا خود سیستمش سالم عمل کرده در چند سال ولی در مقابل او فیسی که گرفته مثلا خدمات را صفر برای بر تاجر انجام نداده. ما از شما در تمام موارد شما میتونید که هم بخش کارتون کمیته اقتصادی است هم نماینده مردم است و پیشتون هم تجارت حداقل توان ازیره داره که از وزیر تجارت یا مسئولین سکتور تجارت پرسان بکنه که برادر ما مالیه میتیم اینقدر مالیه بلند شما دمی بار گامی که برداشتی چی است؟ این پرسش کردی تا بالا حرف فقط تعویل حرف. ببینید ما قوت حالا شما که میدانید مثلا که اگر سیاسی برخورد نکنیم و شما و سیاسی موضوع نگیریم عملکرد مجلس در یک سال نیم گذشته شما دیدید همیشه ما در مقابل البته ما زیاد سیاسی برخورد نکردیم حرکت های ما یا موضوع گیری ما بیشتر از نمایندگی ها چون نمایندگی سالم مردم میخواستن بکنن بیشتر مدنی بوده تا سیاسی موضوع گیری سیاسی گفتیم از برنامه های مفید دولت حکومت افغانستان همیشه ما حمایت میکنیم و از برنامه های مضر و خلاف منافع ملی و مردم مستقر میشن ما حتما در مقابلشان استادگی میکنیم و این کار رو هم کردیم. اما شما ما صادقانه میخوایم به جمع دوستانی که داریم
برنامه حضور دارن و بینندگان تلویزیون شما و تمام شهروندان در تمام ولایات و خارج از افغانستان. صادقانه اعتراف بکنم که حکومت افغانستان، قوه مجریه افغانستان هیچ اعتنایی به مردم افغانستان و احترام به مردم افغانستان در یک سال و نیم آقای مجیدی امیر شکلی که پیشتر شما اشاره کرده وظیفه وزارت مالیه اخاذی است، اخذ محصولات، یعنی اخاذی به معنی منفی کلمه استعمال نشوه، اونا بلند بردن عواید مطلب شما است. ما طرفدار بلند بردن عواید هستم، اما مشروع، اما بازدهی داشته باشه. ما طرفدار خودم یک تاجر هستم، من طرفداری هستم که با مالیات بپردازم، من طرفداری هستم که عواید دست ما از گدایی یعنی کوتاه بشه و بیشتر از این دراز نباشه به گدایی پیش خارجی ها. و روزی آرزوی شما هم هست و آرزوی ما هم هست که روی پای خود استاده شیم و متکی به خود باشیم. اما شما بعضی کارهایی را که ما شما شاهدش بودیم، یک چند تا معین و سرپرست وزارت که متهم به فساد اداری شدند و چند تا وکیل و یا ادارات مربوط یا سیاسی یا هم واقعی نامه از را افشا کرد، اونا نمیتونن دوباره به افغانستان بیاید. بطور مثال آقای چکری، بله، آل شما یا رئیس بانک مرکزی آقای فدرال، شما تا کنون توان از این هم داشته که نظارت بازدارنده بکنه از همچه وزارت های ندانمکار یا بیکاره یا فاسد؟ چنین اسناد را جمع‌آوری کرده که برای مطبوعات بکشانه، حداقل که چنین اسناد ما داریم، اما حکومت تصمیم نمیگیره تا باشد دست امی مسئولین کمکار گرفته شود. بسیار خوب، شما آمادگی داشته باشید تلویزیون اسناد و مدارکی که ما بعد کافی تبال دادیم بازم خدمت شما میدیم، شما از طریق شما به مردم بازم پخش میکنیم تا مردم بیشتر آگاه شوند. سپتور تجارت مشخصا بالای وزارت تجارت، مردم در جریان هستند، مسئولین در جریان هستند، در جریان مثلا کابل بانک، فساد حاکم در وایدای اداری دولت، هیچ چیزی نیست که شما مردم ندانن، ولی مردم مظلوم واقعا قدر. اما سپتور تجارتی، وزارت تجارتی، چیزی اسناد وجود داره نزد شما؟ کمکاری مثلا در 10 سال گذشته با معذرت وزیر اسبق استاد فرهنگ هم اینجا نشستن، در زمان استاد هم کمکاری وجود داشت. یعنی یک پالیسی سیاست واضحی برای رشد اقتصاد افغانستان در سکتور در این 4 یا 5 وزارتخانه بخشای اقتصادی متاسفانه یک بسیار خلاصه هم یک معلومات میدم. 4 روز پیش در یک جلسه مشترکی که ما از 13 وزارتخانه سکتوری که آمادگی میگرفتن برای رفتن به توکیو و اونجا میخواستن پیشنهادات خود داشته باشن، در اونجا وزیر اقتصاد نظرش کلان فرق میکرد، وزیر مالیه کلان چیز دیگه میگفت. از این سیاست واضح متاسفانه در سیاست اقتصادی حکومت، سیاست اقتصادی اصلا وجود نداره. تا جایی که ما برداشت کردم آنقدر اینا گم شده هستن و گمراه کننده هست، سیاستی نیست. و باز ما که به فساد آلوده باشم دیگه چیزی نه از از پاکستان خواسته میتونم، نه از ایران و نه از کسی دیگه. شما اینطور جنبندی میکنی که عیب بیشتر متوجه حکومت افغانستان است. تشکر. آقای فرهنگ، میشه که انتقادی که آقای مجیدی داشت بالای شما بعدا سر از او بپردازه، اما پیشتر از او وسایل فشاری که حکومت افغانستان در برابر دو همسایه، به ویژه همسایه شرقیش که بیشترین ترانزیت داره، داشت و اعمال نکرده یا اعمال نمیکنه چی است؟ کدام وسایل و ابزار و فشار ما و شما داشتیم که توسط از او میتونستیم که راه ترانزیت ما را سهل تر بسازیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام به شما و کارکنان تلویزیون تولو نیوز و حاضرین مجلس. ببینین، در تمام دنیا تجارت جریان داره بین کشورهای همسایه، کشورهای دور، نزدیک، قاره ها و غیره و غیره. اما در پالوی از اون بین کشورها مشکلات سیاسی و مشکلات دیگه هم وجود داره. اما ایرا تانستن اونا تواناییش داشتن که مسائل از هم جدا کنن و تا اندازه کار خود را صحیح بسازن. حتی در خود افغانستان ما یک مثال تاریخی داریم که در وقت در سالهای 50 یا 60 قرن گذشته بود که روابط افغانستان و پاکستان بسیار زیاد خراب شد، راه ترانزیتی بسته شد، افغانستان در محاصره اقتصادی قرار گرفت. در وقتی که در آغاز دهه دموکراسی حکومت افغانستان یک ابتکار به خرج داد، هیئت روان کرد، پادشاه سابق ایران میانجیگری کرد، طرفین تانستند که بقبولانند به یکدیگر که اختلاف سیاسی از راه تجارتی و تجارت فرق داره. اگر مشکل
سیاسی ما داریم، او رو کنار میگذاریم، صحبت میکنیم، اما او رو سر تجارت خود دخیل نمیتیم. این موافقت به دست آمد که بر اساس از اون قراردادی که پیشتر جناب علیکوزی صاحب گفتن، قرارداد 1365 اونم قرارداد بود که حالا اون را تبدیل کردن. اینا رو ببینید، شما سوالتان ایست که حکومت افغانستان چی وسایل به دست داره که بتانه در مقابل فشارهایی که از طرف کشورهای همسایه میایه ایره مقابلش مقاومت کنه و رویه بالمثل کنه، یا میتونه یا نمیتونه. سوال اساسی است. بله، هم در بخش روابط دیپلماتیک و هم در بخش رویه بالمثل. ولی ببینید، ما از 30 سال 35 سال به ایسو ما با کشور همسایه ما که زیادترین مجرای تجارتی ماست، عبارت از پاکستان باشد، در یک مشکل از 35 سال نیک، بلکه از 50 سال به ایسو یک مشکل سیاسی قرار داریم که مثلا پشتونستان باشه. ای از اون وقت دوام داشت، آمد جهاد آمد، جنگ آمد، دیگه آمد. در جریان از این پاکستان زیادترین بهره‌برداری سیاسی را کرد که همین تمام اختیارات افغانستان را در بعد از آمدن روسا در افغانستان و رژیم کمونیستی به اختیار خود گرفت و بعد هر چیزی که خواست بالای افغانستان تحمیل کرد. تا وقتی که این اختیارات به دست پاکستان بود، کدام مشکل ترانزیتی نداشت. چرا خود پاکستان، افغانستان هم از خود میدانست رقت و مال تجاری که بر افغانستان ضرورت بود از میراه تیر میشد، اخازی ها موجود نداشت، دیگه هم نداشت، پاتک ها پسان در وقت جنگ خود که قوای شوروی رفت و حکومت کمونیستی رفت، مجاهدین که آمدن، این از اینجا شد که پاتک ها شروع شد، دیگه شد. هیچ کس غرض نمیگرفت، حکومت مرکزی قوی وجود نداشت، جذاب بود. بعد از جنگ، بعد از کنفرانس بن، وقتی که اداره موقت آمد، در اینجا آهسته آهسته افغانستان جامعه بین‌المللی آمد و در عین زمان فروپاشی خود اتحاد شوروی همین موقعیت جغرافیایی افغانستان را به کلی تغییر داد. حتی بگوییم که موقعیت یعنی افغانستان مبدل، اگر ما از استفاده کرد ازش بتانیم، مبدل به یک مرکز مبادلات خدمات و مخصوصا اشیا در بین آسیای میانه و جنوب آسیای جنوبی، بین آسیا تا بحر مدیترانه و از این طرف تا چین نمی قرار گرفت. از این خاطر بود که حتی آمریکایی‌ها وزیر خارجه اعلام کرد که باید از افغانستان پس مورای ابریشم اخراج شد. یک سلسله توانایی ها یا واقعی یا کاذب در دست افغانستان بود، مثلا نمی ابتا با پای در میانی وزیر خارجه آمریکا امضا شد. مثلا من دقیق یادم است که پشت سر وزیر خارجه وزیر تجارت پاکستان صدر اعظمش استاد بود و پشت سر وزیر تجارت ما که آقای اهدی بود وزیر خارجه آمریکا استاد بود. معلوم میشد که از ابزار بین المللی و توانایی هایی که خود دولت افغانستان داشته چقدر استفاده شده. و ببینید، خب گپ داریم اینجا که شما همین صحنه رو پس اینجا مجسم ساختیم که فشار از طرف امریکا بود و میگفت که می قرارداد سال 1965 تعدیل شده بود، برای از اینکه اوضاع تغییر کرده بود، با شرایط امروز وفق داده شده بود، این نمی باید عملی شود. تنها گپ از اون بود که گپ می خود وسایل اکمالاتی و امریکایی هم در بین بود که اونا پیش بین بودند که یک روز دیگه هم پروبلم پیدا میشه. اما فراموش نکنیم که از اون وقت یا کمی بیشتر از او، روابط افغانستان، حکومت افغانستان با ایالات متحده امریکا روز به روز خرابتر شده رفت، اما با پاکستان و ایران نزدیکتر شد. یا به عباره دیگه دولت افغانستان در پای ملت خود زده روان رسیده. من میره به کمال صراحت لهجه میگم که متاسفانه از نظر تجارتیش مال میگم، سیاسیش من سرش بحث نمیکنم، از نظر تجارتی و اقتصادی حکومت افغانستان یک سیاست را در پیش گرفت که ایواز از اینکه خود را با مو کسایی که امرایش کمک کردن و اونا را برش دولت ها میخواین ایجاد کنن، امرای از اونا در حقیقت درگیر شد و با کسانی مراجعه کرد که اونا در این مدت ما تمام وقت متوجه بودیم که بر ما اشکالات ایجاد کردن و خواست که از اینا کمک بگیری و بر ما مشکلات رفع کنه. و از اون روز که سیاست شروع کردن تا به امروز کوچکترین سهولت از طرف ما ندیدیم، خرابتر شد. و یک نقطه دیگر رو میخواستم از دوست کنیم، شما گفتین ما یک وسیله دیگه هم به دست داریم که اگر یک اندازه ما رویه بالمثل کنیم، نه مکمل بلکه وقتاً فوقتاً، میتونیم که بعضی فشارها رو ما هم وارد کنیم. چرا؟ حالا افغانستان در این زمان
مبدل به یک رای افغانستان مبدل به یک رای ترانزیتی بر پاکستان بر واسطه میانه شده. اما این کار ما نمیکنیم، این کار نمیکنیم نظر به بسیار ملحوظات است که شاید حکومت او را پیشش بسیار دلایل باشه که ما از او خبر نداریم، اما ما فکر میکنیم که یک اندازه به اصطلاح ما چندوق گرفتنا در تمام دنیا وجود داره. یک چیزی را که آقای مجیدی گفت در سکتور اقتصاد گفت وزیرا بین خود تفاهم نداشتن، وزیر مالیه، وزیر اقتصاد و وزیر تجارت، در کدام از روز اول هم طور بوده. ما خودم در یک قسمت زیادش داخل بودیم. یک بخش است و بخش دیگر که شما گفته که هر ملحوظی که پیش دولت است، آیا چیز ملحوظ برنامه ریزی شده با چنین وضعیت نزد حکومت افغانستان وجود خواهد داشت؟ ما یک ملحوظی که من سرش فکر میکنم عبارت از این است که حکومت افغانستان به این نتیجه رسیده، حکومت فعلی، که دور شدن از ائتلاف بین المللی و نزدیک شدن به دو همسایه این در طویل مدت به مفاد ماست. باز اینا ما را کمک میکنن، اونا رو ما صحنه بکشیم که به نظر من یک اشتباه است. این بدیلش بر ازو شدن میتونه، بر ازی که دیگه دو کشور توانایی وجود نداره، چون تنها مسئله تجارت نیست، انکشاف اقتصادی افغانستان است، مسئله امنیت افغانستان است، اردوی افغانستان است و بس مسائل دیگه. شکر. آقای فاروقی، چگونه شده میتونه که حداقل تجار افغانی به شکل عمل بکنن که همین تجارت را از سیاست و از فسادداری جدا بسازن، یعنی از مافیایی بودن تجارت، تجارت سوچه شو و پاک شو حداقل تا مشکلات که دامنگیرشان است کاهش پیدا بکنه حداقل. به نام خدا و عرض سلام خدمت مهمانان گرامی، خدمت شما و همکاران محترمتان، خدمت بیننده های معزز تلویزیون برنامه شما و با اظهار سپاس از اینکه موقع دادین تا در بس خدمت شما باشیم. در رابطه با سوال شما عرض بکنم که یک قسمت از اشکالات موجوده که امروز سکتور تجارت افغانستان با مواجه هست برمیگرده به ظرفیت ها، به ناتوانی ها، به مشکلات جغرافیایی و بالاخره به بحث های تاریخی افغانستان که دوستا سر زور بحث کردن. آنچه که به عنوان ظرفیت های بالقوه در داخل افغانستان وجود داره و میتونست به فعل در بیاید، متاسفانه باز هم بنابر یک سلسله دلایل بسیار مشخص، چی در سایه منطقه‌ای و چی هم در سایه ملی، باعث شده که از او ظرفیت‌ها استفاده به این صورت نگیره. ما در رابطه به اینکه چرا نتانست تاجر افغانستان و یا سکتور خصوصی افغانستان و در مجموع سکتور اقتصاد افغانستان نقش بسیار بالندی را که در تمام دنیا تانسته ایفا بکنه، امروز دستاوردهای بسیار بزرگی را ثبت تاریخ بشریت بکنه، در افغانستان متاسفانه با دستپاگیری مواجه شده. بحث اول در رابطه با خود حاکمیت است. متاسفانه حاکمیت با چالش های بسیار جدی مواجه است، همونطور که دوستا فرمودن. 10 سال پیش وقت نظام جدید افغانستان شکل گرفت، حکومت موجود افغانستان با قبول کردن لایه ها و حلقات متعدد قدرت باعث شد که یک مقدار از ناگواری ها که امروز مردم افغانستان با او مواجه هستند از اونجا شکل بگیره و تا امروز این نظام و همین ساختار باعث یک مقدار بدبختی های ما هست. یکی از چالش هایی که ناشی از این عدم اعتنا به حاکمیت قانون است و ضعف حاکمیت قانون باعث شده که در تمام عرصه ها همو داینامیزم بسیار بالقوه و قوی که در نظام سکتور خصوصی در اقتصاد بازار وجود داره اون نتانست به اثر واقع شد. بحث دوم عدم اعتقاد راسخ دستندرکارهای امور، مخصوصا او شخصیت هایی که اونا مطرح میکردن سیاست های اقتصادی را، سیاست های تجارتی را و بالاخره سیاست های نظام در این عرصه، اینها با هم توافق نظر نداشتند و در بسیاری موارد اعتقاد هم به مؤثریت این نظام نداشتند. در واقع تخطی بسیار جدی و یا حداقل اگر تخطی نبود به اعتنایی در برابر تنفیذ و تطبیق قانون بود، مخصوصا مواد 10، 11، 12 و 13 قانون اساسی افغانستان. شما ببینید وقتی که یک نظام اقتصادی و یک نظام تجارتی بر مبنای یک اصولی که اون نهایت قانونمند است او میتونه مؤثر عمل بکنه، یک تعداد از قوانین بعد از گذشت 10 سال از قانون اساسی تا امروز قوانین یا مطرح نشده و یا اگر مطرح هم است متاسفانه تنفیذ نشده. آقای فاروقی، موضوع بازار آزاد را که پیشتر شما با او اشاره کرده، یکی از کسایی که زیادتری مطرح ساخت جناب آقای فرهنگ و همی وزیر تجارت کنونی ما آقای احدی بود. اما وقتی که سارنوالی دروازه پرچون فروشای گاز را بسته کرد، هیچ صدایی نه از پارلمان نه از وزارت تجارت و از هیچ کسی نخیست. رسانه ها هم از ترس از اینکه مردم به ضدشان نخیزه چرا چنین عملی را تقبیح میکنه، متاسفانه خاموشی اختیار کردن.
پس مردم افغانستان در چی حالتی هستند وقتی کادرایشان خاموشی اختیار میکنند بنابر دلایل مختلف؟ توقع به کجا باید باشه؟ این روزنه امید مردم چیست ایجه؟ ببینید دولت افغانستان به عنوان پاسدار منافع مردم افغانستان، به عنوان مرجعی که پاسداری میکنه از قانون اساسی افغانستان، مکلفیت داره تمام ابزار را که به عنوان ظرفیت ها در خدمت شان است اونا رو باید مؤثر، دقیق و عملانه استفاده بکنه. یکی از او ابزار موجودیت همین قانون هست و این قانون باید دقیقاً استفاده میکردن. متاسفانه عدم هماهنگی ما بین شخصیت هایی که در بحث های اقتصادی اونا مسئول بودن تا این مواد قانون بدون اندیشه های شخصیشان، بدون ای که اونها به چی معتقد هستن، باید در راستای تطبیق از او صادقان عمل میکردن که متاسفانه موجودیت ذهنیت های متفاوت پیام های بسیار متفاوت را برای مردم و برای عاملین اقتصادی فرستاد و او باعث شد که یک تعداد از این عوامل از صحنه پای خود بیرون بکشن و اونا در برابر تنفیذ و تطبیق قانون متاسفانه اثرگذاری نداشته باشند. دقیقا پیام هایی که فرستاده شد به مراجع مسئول و به کسایی که زی دخل بودند در بحث های مارکت، همین پیام های متفاوتی بود که شخصیت ها و مسئولین نمیفهمیدن چی باید بکنن. به او خاطر من فکر میکنم که بحث های رکم خدمت شما پیشتر عرض کردم، من میرسون به همین بحث ها. یعنی سراسیمگی مسئولین سکتور اقتصاد با ویژه سکتور تجارت در او زمان یا تخلف شدن در برابر قانون اساسی ناشی از نفهمی بود یا مصلحتی در کار؟ ناشی از دوگانگی ها و چندگانگی ها در تصامیم و در عملکردها و در اعتقادات. دقیقاً یک هماهنگی به عنوان یک تیم مؤثره که میتونستن در عرصه‌های مختلف اقتصاد و تجارت با همگامی و با همسویی عمل بکنن و میتونستن نتایج بسیار مؤثری را ثبت بکنن، متاسفانه وجود نداشت. میگم سر بحث ترانسپورت که به بهانه بازگشایی راه ناتو ما این گفتمان را دایر کردیم، ابزار و فشار یک دولت افغانستان داره که شما هم تجربه کار وزارت ترانسپورت داره، چی کرده میتونه که از این مشکلی که تجار افغانی که غیر مستقیم مردم افغانستان و حتی مستقیم دامنگیرشان است، بلند رفتن روز به روز نرخ‌ها، چه کارهایی رو باید دولت افغانستان بکنه که حداقل از این مشکل مردم نجات پیدا بکنه؟ ببینید نظام اقتصادی که امروز جهان بر او اتکا داره و ما هم تلاش کردیم کپی بکنیم، همین نظام موجود بازار بر مبنای عدالت و بر مبنای رقابت استوار است. آن چی که رقابت و عدالت تهدید میکنه عدم حاکمیت قانون است، موجودیت لایه‌های متعدد قدرت است، مفاسد در مجموع و فساد اداری و مالی به صورت مشخص. اینها باعث میشه که عمیب انگیزه که میتونه نظام مؤثر بسازه چی در بخش ترانسپورت و چی در بخش سایر خدمات تجارتی اونها رو متاسفانه تهدید کرده و این ظرفیت‌ها رو محدود ساخته. یک سوال حاشیه‌ای امیدوار هستم کوتاه‌تر جواب بگویید که لایه‌های متعدد قدرت کی‌ها هستند؟ به شکل دیگه که ما مطالعه میکنیم، وقتی که ریاست جمهوری افغانستان در برابر پارلمان که یک مجلس قانونی و قوه قانونی است واقع نمیگذاره در برابر تصمیماتشان، آیا لایه دیگه قدرتی هم بالاتر از پارلمان وجود داره که ما نشوه یا در برابر جامعه جهانی به این صراحت لهجه استاد نشوه مخالفت میکنه؟ هدف شما کی است لایه های دیگه؟ برعکس من فکر میکنم که او اعتنا گذاشته شده در جاهایی که ضرورت بوده از اون لایه های قدرت به این طرف استفاده شده وزیری را که یک روز برش رای ندادن بار دیگه برش با یک اکثریت بسیار قاطع رای داده میشه. معنای چیز که همو حلقات متعدد قدرت که در حاکمیت حضور دارن اینا در هر موقعیت متاسفانه در همو خدمت قرار دارن. ما عرض می ایست که ببینید وقتی که نظام جدید افغانستان 10 سال یا 11 سال قبل شکل گرفت، بنابر یک ضرورت بود، بنابر یک مجبوریت بود در داخل افغانستان، ضرورت دوام داره شکل گیری ناسالم تا کنون به یقین، بله به یقین کماکان ضرورت، اما ضرورت دوام نداره، منتها شکل تداوم حاکمیت دوام داره. ما در کنفرانس بن پذیرفتیم که افغانستان در یک حالت بسیار استثنایی قرار داره و در اینجا برای قدرت هایی که حاکم هستن و در 30 سال گذشته افغانستان حضور داشتن، به هر صورت به خاطر تامین مسائل بزرگ ملی به اینا چانس داده شد. ولیکن این قرار بود به یاد شما باشه که بعد از حکومت انتقالی و حکومت موقت باید به این پیدا شود، متاسفانه تا امروز نشده و کماکان امی تقسیم موازی قدرت و تحکیم امو موازی حاکمیت به دست همو حلقات کماکان کدام حلقات میشه مشخص سر بگیم. ببینیم وقتی که شخصیت ها و حلقات قدرت که در کنفرانس بن
اونا شکل دادن. اما جدا جدا کرزه اینا رو به جای خود شاند و دوباره به قدرت آورد. در جای شاند پس به قدرت آورد. آیا توان ازیر نداشت که اینا رو کنار بزنه؟ به یقینی توان داشتن. من مطمئن هستم که توان داشتن به خاطر از اینکه نظام موجود بعد از اینکه رأی اعتماد از ملت افغانستان دریافت کرد و یک حکومت منتخب به وجود آمد، در اونجا یک توانایی به صورت قوی و جدی وجود داشت به خاطر از اینکه مشروعیت نظام از مردم گرفته شد. این شکل ساختاری که در بن شکل گرفت بعد از 2.5 سال ختم شد. اما آنچه که وجود نداشت اراده به خاطر تامین منافع ملی بود و به خاطر تامین منافع مردم. او کماکان تا امروز دوام داره. آقای الکوزی، کوتاه‌تر پیشنهاد شما چی است که مشکل ترانزیت به ویژه از همسایه شرقی ما چگونه حل میشه؟ بله، البته به واضح ډول باندې هغه پیشنهادونه چې د سکتور خصوصي د طرف نه دي، جناب موین صاحب دلته تشریف لري، موږ په تحریری شکل باندې ورکړي. فشرده شي خبر بینم. فشرده عرض باید بکنیم کې ما چیزی کې یک سلسله وظایف از خود ما دوستا برشه اشاره کردن، ای وظایف از خود ما هم باید انجام بدیم که متاسفانه در طول 10 سالی که تیر شدن ما اردو استاد ما در اینجا ششته، اردو وزیر در اینجا تشریف دارن. متاسفانه ما دمی طول 10 سال در بین همی وزارتخانه های سکتوری یک نظام، یک هماهنگی دقیق در رابطه با یک موضوع ندیدیم. یعنی ضابطه وجود نداره. بله. عرض ما این است که نه ما یک پلان 5 ساله داشتیم، یک پیشنه چیزی نداشتیم که ما اگر در زراعت میریم در کدام بخش بریم، اگر در صنعت میریم در کدام بخش بریم، هر کس با گونه خود میریم در سکتور تجارت به ویژه ترانزیت. عرض ما دیم بنان به می خاطر یکی از مشکلات بسیار جدی نمی هستند که هماهنگی وجود نداره. امی موضوعاتی که فعلا مشکل است و ما نمیتانیم، امی موتری که از پاکستان میان، امی وسایلی که شنواری سب تشریح کده یک شم نداره. ما هم برای شما ای را عرض کده میتانیم که ما میتانیم که وزارت ترانسپورت اگر وظایف خود درک بکنن از وزارت تجارت جدا کنن تبن میتن. ما که مشکل داریم با دولت داریم و مشکل ما با دولت با یک وزارت نیستن. این در مجموع با سکتور اقتصاد است؟ بله، 4 پروتوکول امضا شده از لحاظ مسلکی مزامل صاحب میفهمن. پروتوکول نمبر 1 سیاسی است یا مسائل پالیسی است. پروتوکول نمبر 2 مربوط به گمرکات است. پروتوکول نمبر 3 مربوط به ترانسپورت است. پروتوکول نمبر 4 مربوط به مواد مخدر و اینمی طور مسائل است. و این پروتوکول ها را ما را معذب می سازن و ما را مجبور می سازن که ما باید خود عیار بکنیم. مگر در مقابل باید از جانب مقابل ما عیار بودن خود باید بخواییم. در حالی که تا حالی او با این سیستم و با این مسائل اگر نی، اگر یک موتر گارانتی شده باشه، یک موتر پاکستانی عرض ماده ای است. عرض ما فقط مشخص در رابطه با چیز اول ما باید سری اگر دولت میخواین یک سکتور ما فکر نکدیم که خودکفایی را فکر سرش نکدیم. ما باید از امی مجبوریت ها خود باید خلاص بکنیم. پیلا امی موضوعاتی پردن امی دنیا آمدن 3 سال میشه که اتاق تجارت به وزارت تجارت افغانستان امی حقلوزیت تیارا را امی که تیار است که ما تقریبا 20 سال پیشتر وزیتش را داشتیم. علی وزیتش ما میفردازیم. مگر امی وزارتخانه هم از امتیازاتش استفاده میکنه. از امتیازاتش ما باید از امی اموال خود چرا از امی را بسیار نزدیک از رای ازبکستان و ایران با ترکیه و از ترکیه با اروپا می بردیم، انار خود می بردیم بسیار با سادگی. اما اگر ما فعلا 3 سال میشه که امی مسئله جریان دارد، بسیار بد هستند که در یک جلسه شورای وزیران رئیس جمهور نو خبر شدند. تشکر. که ما از امی نو خبر شدیم که این پروگرام جریان دارد. آقای شنواری کوتاه‌تر اگر شما بگید که برنامه هایی که برای حل از این مشکل یا کاهش از این مشکل داری چی است؟ ما یک دو جمله پیشتر عرض میکنم که وکیل صاحبم در مورد اشاره کرد و جناب وزیر صاحبم. رویه بالمثل، ما رویه بالمثل چی را میگم؟ ترانزیت ما از بیشتر از 2 میلیارد، ترانزیت پاکستان از 20 میلیون. ما اگر 20 میلیون استاد کنیم چی فرق میکنه سر مسئله؟ به طور مثال آقای مزمل، آدم سر مثالای کوچک رفتنش وقت ما رو ضایع میکنه. فرضاً یک موتر تیلر پاکستانی با تناژ 2 برابر یا 1.5 برابر میه،
حداقل شما یک گمانگی با وزارت ترانسپورت خود داشته باشید که امیر تول بکنه و نگذاره که تناژ بلند بیا سرکای ما را خراب بکنه. اینا میگن رویه بالمثل به گونه مثال، اما تا کنون این چیز رو در رویه بالمثل نمی، این مخالفت قانون است که مخالفت قانون است، او باید مجازا شوه. او گپ علیحدہ است در این مورد. تا کنون چنین چیزی شده؟ شما موردی داره که یک موتر سمنتبار یا گرنگبار پاکستانی رو شما استاد کرده باشی، جریمه کرده باشی. دولت افغانستان چنین توانی را بنابر دلایل مختلف تا کنون نداشت. خب یک مسئله ما میایم در مورد ترانزیت که مسئله بالمثل چی هیچ چین نداره که ما او را تطبیق کنیم. ما ای را تطبیق کردیم دوائل اینمی الکوزای صاحب دیجه ششته تاجرای خود ما می آید که مال افغانی است، ما می بریم از آسیای میانه به پاکستان، چرا ای را استاد کردیم؟ ما ای را استاد کرده بودیم، یکونیم ما ترانزیت پاکستان را توقف داده بودیم. یک مسئله است. دو مسئله ای است که حکومت چی کار میکنه؟ حکومت کار میکنه، حرف زدن تنها نیست. وکیل صاحب دیجه ششته اپتابر شما آمده در پارلمان تصویب کردین، قوانین ما ساختیم برای پارلمان روان کردیم، دو نیم سال میشه که سرش بحث نمیشه. ما کار کردیم ولی ما سپورت و حمایه پارلمان میخواییم در این مورد، حمایه سکتوری خصوصی میخواییم در این مورد که ایره تانستیم که ایره با وجود آوردیم و روابط ما امرای اتاق تجارت بهتر شده. مسئله ایمه که دولت چی کارا را میکنه؟ ما تمام مسائل امرای پاکستان، یعنی برتان واضح میگه ملکوزه است 23 سفر در دو سال با پاکستان سفرهای رسمی به خاطر حل مشکلات ترانزیتی شده. این کار نیست چی است؟ این نتیجه رو به گراف مثبت است یا منفی؟ مثبت است. ما تمام مسائل حل کردیم. مسئله صرف می اپتیکا، جلسه اپتیکا، الکوزه سے پیشتر گفت که جلسه اپتیکا امیال مشکل ما برتان گفتیم تا وقتی که مشکلات سیاسی ما حل نمیشه، مشکلات ترانزیتی ما حل نمیشه. نو کی مسئله ترانزیت بین امریکا و ناتو و پاکستان چی حل شده؟ امیال پاکستان امادگی نشان داده که در ماه اوایل جولای برای اپتیکا مجلس میشینه که تصامیم بگیریم. وقتی که اپتیکا دایر شوه اکثریت مشکلات ترانزیتی ما با پاکستان حل میشه و امیدوار هستیم که دیگه هم را بهتر شوه. آقای فرهنگ، پیشنهاد شما چی است که در کوتاه مدت به خاطر حداقل پایین آمدن گراف نرخ ها که از بابت ترانزیت و توقف وسایل و اموال تجاری به میان آمده چه کارهایی باید بکنه؟ خب من بسیار کوچک یک تفسیر یک دارم راجع به یک تفسیری شما که شما گفتین که در آوردن اقتصاد نظام اقتصاد بازار آقای فرهنگ و آقای اهدی سهم داشتن یه طور نیست. اون کمیسیون تصویر قانون اساسی بود، ما رفتیم اونجا فقط برای اونها تشریح کردیم شما مخالف اقتصاد بازار اقتصادی را. ما نظام های اقتصادی را دولتی را مختلط اقتصاد بازار را تشریح کردیم بالاخره طرفدار کلامش بودید. ما اون مسائل شخصی مسائلی را تدریس کردیم، او نظر خودم بود. اونجا گفتیم ما امروز هم به می عقیده هستم که بهترین نظام در دنیا اقتصاد بازار است، اما او را هر کس باید مطابق با یک دریشی به وفق متوجه نخود. ما وفق دادن تنسیم گپ علاید است که این موضوع را این روشن بسازم. حالا میم سر سوال شما که شما میگین که کوتاه‌ترین راهی که ما بتونیم مشکلات ترانزیتی خود را رفع کنیم کدام چیز است؟ ما بیشتر اینجا از رویه بالمثل صحبت کردیم. جناب موین سیم گفتن که ما ارقام دادن که قدر ما از پاکستان میاریم و خدر اونا یه امکان نداره. من نمیگم که شما از پاکستان، ما از پاکستان به افغانستان وارد نکنیم، ما باید از وارد کنیم برزی که خود ما تولیدات نداریم. من او رو میگفتم که موتر پاکستانی از راه های ترانزیتی افغانستان استفاده میکنه، میره انجا داخل تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان میشه، اما موتر افغان ها میره در سرحدات استاب میشه و بارش خواب خالی میشه و یک موتر ده. اینی باید از اینی رو باید راوی بالمثل میگم که اگر فرض میکنه پیشتر جناب وکیل صاحب اینجا خوب گپ زدن، گفتن که وقتی که آدم میخواد اصلاحات بنیادی بیاره از قربانی رو هم قبول کنه، مشکلات هم قبول کنه. ما سر ما مشکلات شاید بیاید، قیمت ها به یک مدت بلند بره، اما طرف مقابل هم متضرر میشه و باید مجبور بشه که باید از رویه خود تغییر بده. من از این طور رویه بلمسی صحبت کردم. پیشنهاد شما چی است برای سکتور اقتصاد فشرده تر؟ یک موضوع رو میخوام اشاره بکنم که قوانین بین المللی کشورهای ماد به خوشکره یک سلسله امتیازاتی داده. شما مثال نزنید 20 میلیون ترانزیت پاکستان و دو میلیارد یا چقدر گفتید نمیفهم آمار دقیق پیش من نیست که ترانزیت ما از طریق پاکستان، او حق ما هست، کشور ما به خشکی مثل افغانستان. اما خب چگونه یک اعمال باید داشتن مسئولین صادق به یک جمله اگر خلاصه بکنم بیشتر از این و متعهد به کار افغانستان. دیدگاه شما چی است که در کوتاه مدت به خاطر حل مشکل ترانزیت دولت افغانستان از کدام وسایل فشار استفاده کنه؟ ببینید من فکر میکنم در بحث ترانزیت بیشترم عرض کردم که دو بحث بسیار عمده است. دیدگاه تاریخی استاد فرنگ تشریح کردن،
که ما مشکلات بسیار جدی داریم. آنچه که همین مشکل دوستای پاکستانی ما به عنوان یک آله فشار، یک ابزار سیاسی همیشه استفاده کردن، رنجی است که ملت افغانستان در جریان 50 سال گذشته از این داشته. ولی که ابزارهای در اختیار ما هم بوده که متاسفانه ما ناآگاهانه او ابزار از دست دادیم. به طور مثال 8 سال یا 9 سال قبل آقای الکوزای تشریف دارن، ما وقت بحث ریکسپورت افغانستان رو مطرح کردیم به عنوان یک حق مردم افغانستان، به عنوان حق مردم سرحدات آزاد، برای که دوستای افغان تحت استشاره و اشاره توصیه های غلط دوستای پاکستانی که در چوکات مؤسسات و سازمان های بین المللی در افغانستان بودن، او تجارت ما را به عنوان تجارت غیر قانونی تعریف کردن و نماندن که ما کماکان او را به عنوان یک ابزار و یک آله فشار در برابر استفاده های نامشروع دوستای پاکستانی استفاده میکردیم. متاسفانه او ابزار ما از دست دادیم. میشه که یک عمل غیر مشروع رو با یک عمل غیر مشروع، غیر مشروع نبود، او حق قانونی مردم افغانستان بود. چگونه قانونی است که یک کسی به نام ترانزیت میاره مواد داخل افغانستان، همین قسمی که ما طرفدار هستیم غیر قانونی وارد نشه، باید همسایه ما میحق بتیم. در بر اساس توافقات قبلی بین المللی این حق مردم سرحدات آزاد بود و مناطق که اونها از کجا منابع خود تامین میکردن. ما به عنوان تاجر افغان مال داخل افغانستان میکردیم، مطابق قوانین افغانستان مالیه و محصول میدادیم. این که از سرحدات افغانستان به شکل بیرون میشد داخل سرحدات پاکستان، او مربوط اونها بود و این کاری بود که به شکل سنتی در جریان حداقل 30-40 سال گذشته اجرا میشد. اما در اوایل حکومت موقت متاسفانه به اساس سفارشات دوستای پاکستانی در بانک جهانی و در IMF اینها را به عنوان یک حرکت غیر قانونی سر ما تعمیل کردن. درست، اگر ما به عنوان سیاستهای خصمانه او را توام نمیدادیم، یقینا اونها هم باید تعهدات می کردن که از سیاستهای همچنین استفاده کنند. یعنی عمل بالمثل در ایجاد میشد که در برابر تعهد تعهد، بله، در برابر سیاستهای خصمانه و غیر دوستانه ما هم میتونستیم یاله فشار استفاده بکنیم که در اون ما به عنوان یک سیاستهای سنتی که کماکان استفاده در اونجا تقریبا صدها هزار نفری که در این پروسس مصروف بودن و صدها هزار دلار عواید افغانستان صدمه دید، صرفا به اتکای همو توصیه های دوستای بین المللی کونا به منافع نفوذی پاکستان در داخل نظام، به منافع دوستای پاکستانی رو نظر دادن و ما هم غیر آگاهانه ای رو پذیرفتیم. این میتونست به عنوان یک وسیله استفاده شه و متاسفانه از این ابزار ما استفاده نکردیم و دوستای پاکستانی رو احترام کردیم، اعتنا کردیم کونا به تجارت قانونی و تجارت اصولی اونا هم تردن میتن و از حقوق و امتیازاتی که جناب وکیل صاحب گفتن کو در میثاقای بین المللی حق مسلم افغان به عنوان یک کشور به افغانستان به عنوان یک کشور مواد به خشک است و دوستای پاکستانی کماکان تخطی میکنن و ما را فشار میتن. متاسفانه. تشکر بینندگان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید و همچنان سپاس بسیار زیاد از مهمانان محترم ما که در بحث ما تشریف آوردند.